17 سال پس از نشست جهانی بن و گشایش یک صفحه تازه در تاریخ افغانستان، رئیس هیئت رهبری کننده افغانستان در آن نشست سکوتش را می شکند و بخش از ناگفته های بن را همگانی می سازد. دفتر ساحوی که در اسلام آباد و در هماهنگی با ISI عمل می کردن، پیشنهاد این دفتر بر امریکا ای بود که بدیل طالب ها لابد بدیل پشتون محور در افغانستان بوده باشه. جبهه متحد به هیچ صورت بدیل جبهه بباشن طالب ها نخواد بود. آقای قانونی درباره چگونگی سپرده شدن قدرت به حامد کرزی چنین میگوید: اتحادیه اروپا را توافقش گرفتن، کشورهای شش جمدو هم توافق کردند، به شمول کشورهایی که از جبهه مقاومت حمایت داشتند. همه در مورد بدیل طالبان و آمدن آقای کرزی اتفاق نظر داشتند، به شمول ایران، به شمول هندوستان، به شمول روسیه، به شمول پاکستان و جمع اتحادیه اروپا. محمد یونس قانونی ادعا می کند که پاکستان در نخست مخالف سرنگونی رژیم طالبان بود، اما پسانتر از ترس بدتر شدن روابطش با امریکا و منزوی شدنش توافق کرد، اما پیش شرط هایی گذاشت. پاکستانی ها گفتند که جبهه متحد در کابل آمدنش به مثابه ورود هندوستان به کابل هست و ما به هیچ صورت جبهه متحد تحمل نمی کنیم. دوم، از ورود جبهه متحد به داخل شهر کابل با قاطعیت جلوگیری شود. سه، بدیل طالب ها در جنوب افغانستان یک جبهه جدید تشکیل شود. او توقعی که داشتیم و او انتظاری که داشتیم و او تضمین و تعهدی که شده بود، او تا حال عملی نشده. بعد از مدت یعنی تقریبا 18 سال می شده یا 17 سال، هنوز هم امنیتی که لازم هست به افغانستان حکم فرما نیست. با این هم آقای قانونی نشست بن را یک دستاورد بزرگ در تاریخ کشور می داند و پاکستان را متهم می سازد که فراوان تلاش کرد تا بن ناکام شود و به باور وی اگر نشست بن مدیریت نمی شد و به پیروزی نمی رسید، افغانستان بار دیگر در کام جنگ های داخلی و ویرانی ها فرو می رفت.